هانی تقی‌زاده خبرنگار حوزه تک از دنیای اقتصاد لینک گزارشی از این وبسایت رو به اشتراک گذاشته که ایران پس از چین و میانمار در رتبه سوم کشورهای دارای بسته‌ترین اینترنت قرار داره. در این گزارش از تبعیض اینترنتی و اینترنتی برای خواص نوشته شده. هانی تیتر این گزارش رو هم توییت کرده: همه با هم برابرند اما برخی برابرترند. دیجیاتو خبری رو توییت زده که وزارت ارتباطات از ارائه اینترنت با کیفیت مناسبتر به برنامه نویسان در آینده نزدیک خبر داده. و نوشته مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفته برنامه نویسان و کاربران حرفه‌ای به دلیل تحریم نیاز به فیلتر شکن دارند و در همین ماه سرویسی با کیفیت مناسبتر برای این دسته کاربران معرفی خواهد شد. همین خبر هم با واکنش روبرو شده. خیلی از فعالان حوزه آیتی استفاده از اینترنت طبقاتی رو تحریم میکنن، مثل این کاربر که نوشته به عنوان یه برنامه نویس به هیچ عنوانی از اینترنت طبقاتی استفاده نخواهم کرد. یا نغمه جباری از فعالان حوزه بازاریابی دیجیتال نوشته من که از اینترنت طبقاتی استفاده نمی کنم، شما چطور؟ رضا قیابی نویسنده هم نوشته اینترنت طبقاتی کلید خورده، به چند موردم اشاره کرده: دسترسی بیشتر حاکمیت به داده‌های هویتی و خصوصی کاربرها، تقسیم بیشتر خودی‌ها و ناخودی‌ها بین شهروندان، تقلیل مسئله اینترنت آزاد صرفاً به ابعاد اقتصادی اون و ایجاد رانت بیشتر و دامن زدن به عدم وجود فرصت‌های برابر برای همه. و حالا در بحبوحه این کش و قوس، تیک آبی رئیس جمهوری ایران هم دردسرساز شد و هشتگ تیک آبی رئیسی هم شکل گرفت. پژمان موسوی روزنامه‌نگار با تصویری از صفحه اینستاگرام رئیسی توییت زده: فیلتر میکنن، دسترسی مردم رو میبندن و با وقاحتی کم نظیر خودشون برای صفحه‌شون تیک آبی میگیرن. کاربر دیگه ای هم نوشته آقای رئیسی شما که در حال رسیدگی به معیشت و آزادی بیان مردم بودین، دشمنان یکو ناغافل به شما تیک آبی دادن. حالا چه تیک آبی بگیرید یا تیک سبز و بنفش، به هر حال نزد مردم اکانتتون پاک شده و چه خوشتنین از تیک تاک عقربه عمرتان در دنیای غیر مجازی. و این کاربر هم نوشته جالبه بدونید ابراهیم رئیسی اینترنت 90 میلیون ایرانی رو فیلتر کرده اما صفحه شخصی خودش در اینستاگرام تیک آبی گرفته. یکی دیگه از کاربران خطاب به رئیسی نوشته همزمان با فیلترینگ شدید اپلیکیشن های پیام رسان، اکانت اینستاگرام رئیسی حامی طرح صیانت تیک آبی گرفته. به این استاندارد دوگانه بخندیم یا برای کسب و کارهای مجازی که نابود شدن گریه کنیم. و به خطاب به رئیسی میگه آقای رئیسی حداقل وی پی ان تون رو به زنای سرپرست خانواده که منبع درآمدشون اینستاگرامه معرفی کنین. برخی هم با کنایه به ایلان ماسک خورده گرفتن. آقای ماسک عزیز، تو با مایی یا با اونایی؟ یه روز واسه ما استارلینک میفرستی، یه روز به ابراهیم رئیسی تیک آبی میدی. تکلیف تو با ما روشن کن که ببینیم چند چندیم با هم.